ستاره بازی به کارگردانی هاتف علی مردانی. بریم ببینیم چه خبره. خب ستاره بازی مثل خیلی از فیلم هایی که فیلم سازان داخلی در خارج از کشور میسازن، فیلم عجیب و غریبیه. فیلمی که از لحاظ ساختار سینمایی واقعا مشکل داره و به طور مشخص فیلمی که معلومه مخاطبش کیه. فیلم در مورد یک دختر جوان هستش که درگیر اعتیاد میشه و در نهایت یک سری اتفاقات خیلی بد براش میفته که سرنوشتش رو ایمان رو ترخ میکنه برای ما. داستان واقعیه. قبل از اینکه بخوام به خود فیلم بپردازم اینم بگم که داستان واقعیه، بر اساس یک رویداد واقعی ساخته شده. اما خب زمانی که شما میخواید برگردان سینمایی از یک رویداد واقعی تلخ داشته باشید، باید به جزئیات بپردازید، اتفاقی که توی ستاره بازی نیفتاده. فیلم به شکل عجیبی به کلیشه ها روی میاره. مدت زمان فیلم اگر شما نکنم 1 ساعت و نیمه، اما شما به سختی میتونید 20 الی 25 دقیقه فیلم نامی مفید پیدا کنید. فیلم تصحیح رنگش دچار مشکله. فیلم بازی های بدی داره و به طور مشخص داستان رو هم پیش نمیبره. شخصیت هایی که در داستان هستن واقعا شخصیت هایی که پرداخت نشدن. حالا علی مردانی رفته سراغ مایکل مسن، رفیق شفیق آقای تارانتینو، و اون آورده که توی فیلم یه دونه نقش هم بهش بده و نتیجه کار واقعا بده. یعنی شما نگاه میکنید تدوین، نحوه فیلم برداری، قاب بندی هایی که صورت گرفته و بازی بد خود مایکل مدسن که نشد اینجا ازش بازی بگیر، آقای کارگردان فرهاد اصلانی در فیلم واقعا یک شخصیت منفعله. یک پدریه که خب همون پدر کلیشه‌ایه، پدری که میخواد زندگی بچهش درست شه، ولی در این حال ما نمیدونیم که چی کار داره میکنه. جزئیات نداره، تلاشاش مشخص نیست. شخصیت اصلی داستان که دختر خانم گرفتار اعتیاد هست، ما اصلا نمیدونیم چه مرگشه. خب یعنی یک دفعه ما چشم باز میکنیم میبینیم که یک فرد معتاد داریم که پرخاشگر، حوصله نداره، هی میره میاد، هی این رفت و برگشت های مکرر و دیالوگ های تکراری و موقعیت های تکراری کار خراب کرده. خب این فرد چرا معتاد شده؟ اگه صرفا بگو مگوهای پدر مادرش در دوران کودکی باعث شده باشه که خب فاجعه است. حتی مقدمی فیلم هم به طور مشخص نمیتونه این رو انتقال بده به مخاطب. کافیه اینکه شما یک صحنه جر و بحث رو به تصویر بکشید و کل فیلم رو به این اختصاص بدی که اون بچه در بزرگسالی گرفتار اعتیاد میشه. صحنه های روانشناسیش خیلی بده. فیلم انگار اصلا یک فیلم آماتوره. فیلم اصلا یک فیلمیه که شما نمیدونید چطور برای پرده بزرگ ساخته شده. سکانس های بد، سکانس های نخنما، دیالوگ های نخنما، رابطه شخصیت هستی و دوست صمیمیش، اصلا معلوم نیست چرا اینقدر صمیمی ان. خب چرا باید برای همدیگه جون بدن؟ چرا اینقدر باید برای همدیگه مهم باشن؟ اینجا سینماست. نمیتونید یک داستانی رو بشنوید، کما اینکه خیلی تلخ باشه. داستان واقعی همونطور که گفتم داستان اصلی تلخه، ولی شما وقتی میخواید یک فیلم سینمایی بر اساس اون رویداد بسازید، باید به جزئیات اهمیت بدید، باید به روابط شخصیت اهمیت بدید، باید فیلم بسازید، باید دنیا بسازید، فضا بسازید، اتمسفر بسازید. کاری که تو ستاره بازی ابدا اتفاق نیفتاده و واقعا تماشای فیلم سخته. به طور خلاصه بتونم بگم، نه اینکه فیلم از بابت رویدادهایی که داره به تصویر میکشه تماشاش سخت باشه، نه، از لحاظ جذابیت های سینمایی سخته که بخواید فیلم رو تماشا کنید و بگید که مثلا چی رو دارم نگاه میکنم، چرا وقتم رو گذاشتم پایین فیلم، فیلم چه اهمیتی به من داده. صرفا جز این که یه دوربین ورداره با یک تصویر رنگ بسیار بد، با یک فیلم برداری بسیار بد، قاب بندی های مشکل دار و از من انتظار داشته باشه که فیلم ببینم تاثیرش کنم، نه، ستاره بازی میره در کنار همون فیلم هایی که فیلم سازان داخلی ایران در خارج از کشور ساختن و فیلم بدیه. هر جوری که بخوام هر چیزی که بخوام بیشتر اضافه کنم به این ویدیو، تاثیر در روند فیلم نخواهد. فیلم ضعیفیه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو حتما بزنید. و یه دیالوگی من توی این فیلم شنیدم که یه مقدار برای من شد گوش من یه مشکل داره، ولی فلانی چی شد؟ چه خبر؟ چند چند هم؟ بایی سهی شده نگو خضایی بگم چی شد؟ خضایی بگم دم شما گرم و خدافظ.